همکارم کامیار بهرنگ اینجا در استودیو همراه شده کامیار ابتدای نگاه کلی بکنیم به این چیزی که نتایج نشون میده خبرگزاری های وابسته به حکومتون رو منتشر کردن چه داریم در دست؟ به شکل عجیبی رضا وزارت کشور هنوز این رسمی اعلام نکرده یکی از این در صورتیه که ببخشید دست در خبرگزاری ها رقابت دارن در اینکه نتایج رو اعلام بکنن حالا میگم دو تا جو که چیز را انداختن انتخاباتی یکی این که یکی اینکه سال 80 این موقع رئیس جمهور معلوم شده بود و دو اینه که وزارت کشور گفته بابا سب کنید داریم میشموریم اینقدر آمار ندید حالا ولی جدا از اون جنبه تنز ماجرا خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران آمار رو منتشر کردن که با گزارش های خبرنگارای مستقر در وزارت کشور که به صورت غیر رسمی دارن آمار میدن ما هم اونا رو داریم پیگیری میکنیم نزدیک حالا چی میگه میگه که نزدیک میزان مشارکت نزدیک به 39 درصده و در این میان البته از 24 میلیون و 457 هزار رأی که گفته میشه میخوان وزارت کشور اعلام بکنه میزان آرای صحیح 19 میلیون و 600 هزار تاست یعنی چهار میلیون هیستد هزار رای باطله پیشرفت بسیار بزرگه برای رای باطله حداقل در این دوره یک میلیون رایش بیشتر شده اما بر اساس آنچه که ما تا الان آمار غیر رسمی نزدیک به همونطور که گفتم رسانهای نزدیک به سپاه دارن مطرح میکنن پزشکی با 42 درصد آرا و جدیدی با 38 درصد آرا احتمالا به دوره دوم خواهند رفت تا این لحظه دستکم کم دو نفر از اعضای کمپین جلیلی یعنی حجت عبدالملکی که وزیر کابینه رئیسی بود و منصوری که در واقع معاون اجرایی بود و رئیس کمپین جلیلی بود تایید کردن که انتخاب به دور دوم میره با حضور پزشکیان و جلیلی این رو دقایق پیش و منصوری پیشتر هم بشه اشاره کردیم در صفحه ای اکس خودشون نوشتن که جلیلی و پزشکیان به دور دوم با آماری میره. که کامیار اعلام کردی و محمدی هر دو به آرای باطل باختن این انتخابات آقای قالیباف به شکل عجیبی و بر اساس اون چیزی که حالا میگم رسانه های نزدیک به سپاه میگن دو میلیون و هفتصد یعنی دو میلیون هم کمتر از یاد اون عکسی که از خامنه ای منتشر شده حالا به هر حال حتما هم هم دیدن در رسانه ها که نام قالیباف رو انگار روی برگه رأیش نوشته افتاده به نظر میرسه که خامنه ای اصلا باخته یعنی به آرای باطل خامنی هم باخته بپردازیم به این آماری که من ابتدای این بخش خبری خوندم برخی از استان رو من بهش گفتم این هم آمار عجیبیه و خب بکن... که داری میگه دیگه باختن یعنی بازی باخته است برای آنچه که جمهوری اسلامی نقشه ماری که کشید به سرانجام نرسید آ... تمام آنچه که اوورد برای این بودش که میزان رأی بره بالا میزان مشارکت بره بالا میزان مشارکت از 1400 هم کمتره اگر همین آمار باشه از انتخابات مجلس شورای اسلامی هم کمتره یعنی باخت تمام ایار ولی آنچه که گفتی استانها چند استان بسیار مهم کاهش رأیشون سیستان و بلوچستان میزان رأیش نسبت به 1400 نزدیک به 32 درصد کاهش پیدا کرده استان گلستان نزدیک به سی درصد استان گیلان 26 درصد استان سمنان 22 درصد یعنی عددها عددهایی که تماما نشان دهنده اینه که آن چیزی که جنبش اعتراضی مردم میخواست رو به من اصلا یه بار دیگه مرور بکنه مثلا گیلان الان چند 3400 من به ترتیب کمترین یعنی بیشترین, بیشترین بیشترین تغییر میگم سیستان و بلوچستان سال 1462 درصد شرکت کردن الان بر اساس آنچه خبرگزاری مهر میگه نزدیک سی درصد هست استان سمنان از 61 درصد به 36 درصد رسیده استان گیلان از 57 درصد به 31 درصد و دو رسیده و استان سمنان به از 54 درصد به 32 درصد رسیده اینی که من دارم میگم در اکثر قریب به اتفاق استان ها به جز یکی دو استان مثلا برای مثال بگم استان قوم مثلا شاید یه مقدار تغییرش بیشتر بوده یعنی تعداد آرایی که داده شده چهار درصد بیشتر شده وگرنه اکثریت قریب به اتفاق استان ها مثلا باز دوباره بگم کهگیلوی با احمد از 62 درصد به 45 درصد رسیده خراسان جنوبی از 74 درصد به 60 درصد رسیده و بیام پایین باز بهتون بگم ایلام مثلا از 60 درصد به 47 درصد رسیده تمام هم. استان ها همین الان از بالا بخوام یکی یکی بخونم حالا وقت بینندگان گرفته میشه میگم خلاصش میکنم آقا همه استان ها بجز یک یا دو استان با کاهش شدید آرا نسبت به 1400 روبرو شده کامیار چل سانیه فرصت مونده این چل سانیه هم استفاده میکنم انتخابات اونجوری که پیش بینی میشه به دور دوم کشیده خواهد شده جمعه آینده دوباره باید شاهد حضور کمرنگ مردم باشیم در انتخابات من فقط در حد سی ثانیه این رو توضیح بدم سبد رأی جلیلی و غالیباف نسبت به سال 92 هیچ تغییری نکرده مجموع رأی این دو نفر 10 میلیون بود الان ده میلیون اون موقع قالیباف 6 میلیون رای داشت جلیلی چهار میلیون الان میگویند جلیلی هفت میلیون و نیم رای داره قالیباف دو, دو نیم میلیون اما اون سال حسن روحانی هجده میلیون رای داشت الان پزشکیان هشت و نیم میلیون این عدد قابل توجهه یعنی توجه داشته باشیم که ما داریم در مورد چه عددهایی صحبت میکنیم مردم نشون خیلی بزرگتر از هم. مرسی از توضیحات همکارم بهرنگ که اینجا در استودیو با ما و بینندگان همراه بودی اما